من بعد با چی شروع کنم؟ یک دو سه شما؟ جو؟ با یک دو سه شما باید شروع کنم یا با این؟ یه پنج سنی باید شروع کنم. این که زده شد یه پنج سنی باید شروع کنم. یادمه دو هفته قبل رفتنش فرهاد اومد خونه ما و گفت که میخواد بره تهران، گفت که میره خونه یکی از دوستاش. اتفاقا محمد هم ازش پرسید که پول میخوای، که گفت نه. آره بهش گفتم، یعنی ازش پرسیدم. این پسر کله خر یه دنده بود، خیلی وقتا به خاطر خانومم هیچی بهش نمیگفتم. حالا ایناش زیاد مهم نیست، این روز یه چیزای دیگه هم میگفت، من دقیقا یادم نیست. آره بهم زنگ زد، گفتش که دارم میام تهران، هستی یا نه؟ منم بی معطلی گفتم آره. ازش پرسیدم که کی قرار برسه، دقیق نگفت، گفت یا اول یا دوم. آره من بعد مدت ها میخواستم با خانواده برم سفر، ولی خب به خاطر فرهاد پیچوندم سفر رو. آه خیلی با فرهاد با آدم خوش میگذشت وقتی میمد پیشم، اصلا وقتی اون هارد جادوییشو با خودش می آورد، پر فیلم بود، عشق فیلم بود دیگه. حالا از طریق فروش همین فیلم هم زندگیشو میگذروند. حالا بگذاریم.
چند روز بعدش که همسایه بالاییمون رو دیدم گفتش که یه آقای زنگ در خونهشون رو زده با من کار داشته. من خوب رفته بودم بابا اینا رو برسونم فرودگاه. تقصیر خودش نگفت کی میخواد بیاد. بعد از فوت مامان بابا اینجوری شده بود. نه اینکه گوشه‌گیر شده باشه یا افسرده شده باشه، نه، ولی یک کاری که میخواست بکنه رو به کسی نمیگفت. به قول آقا محمد یه خورده لجباز شده. همه کاراش یه هویی بود. حالش خوب بود یه هویی بد میشد، میخندید یه هویی اشکش در میامد و شروع میکرد گریه کردن. یادم میاد حالا شاید باورتون نشه یه بار دانشگاه قبول شد و بعد از 4 ترم یه هویی انصراف داد و گفت میخواد یه رشته دیگه بخونه. این هم از یه هویی رفتنش. بعد از اینکه عکسش رو تو فضای مجازی دیدم با اون شماره که گفته بودن تماس گرفتم و خبر دادم که اومده اینجا. خیلی دقیق یادم نیست، فکر کنم یه پیرهن سبز یابی تنش بود، قدش هم تقریبا بلند بود، یه کوله پشتی هم رو دوشش بود. میگفت که تو دور میدون آزادی گوشیشو ازش دزدیدن، ما هم طبق روال قانونی برگ شکایت بهش دادم، پر کرد بهشم گفتم فردا صبح با جعبه گوشیش بیاد اینجا که کاراشو انجام بده. حرفای ساعت 2 بود یه شماره ناشناس بهم زنگ زد، فرهاد بود، گفتش که اومده تهران گوشیشو زدن.
پرسید کجا، منم گفتم که خانواده رو آوردم فرودگاه، شبش باید برم جایی، بعد میام خونه. تا اینو گفتم آقا فوش داد. کارش همین بود. گفتش که رفته پردیس چهارسویی فیلم ببینه، بعد شب میاد پیشم. آهای خبردار، مستی آشیان، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار. تو شب سیاه، تو شب تاریک، از شب و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بخته رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار. یه مایی بود که رابطه همون قند شده بود، البته بعضی وقتا من بهش پیام میدادم، چند باری هم بهش زنگ زدم، جوابمو نداد. وقتی یه چیزی برا فراد تموم میشد دیگه سخت بود که شروع کنه. هیچ وقت نفهمیدم که چرا تموم شد. کاش فقط میگفت که چرا. دیگه از اون به بعد ازش خبر ندادم. ببخشید، من دیگه نمیتونم صحبت کنم، بعدم دخترم از من ببخشید. بعد از اینکه خبری ازش نشد ما آگهی داریم توی روزنامه ها. اون دوستش که میخواست بره پیشش اسمش چی بود؟ پاشا. پاشا هم توی این تلگرام و اینجور شاها یه اطلاعیه داد که اگه کسی دیدتش به ما خبر. من عکس فرهاد رو با شماره خودم فرستادم تو چند تا از این کانال های تلگرام. فردا شبش هم چند نفر با هم تماس گرفتن. بعد از چند روزم یه مامور نیروی انتظامی زنگ زد، گفتش که فرهاد رفته کلانتریشون برای گوشیش که ازش زده بودن. بعد فکر کنم همون روزا بودش که یه نفر چند تا عکس از فرهاد برام فرستاد تو تلگرام. اصلا عجیب بودش. من چاپشون کردم، حالا اگه دوست داشتین ببینینشون، یه نگاهی بندازین. میخواین من چراغ روشن کنم؟ فکر کنم یکم تاریک شده، راحت‌تر بتونیم ببینیم.
هاشا میگفت یه چند نفری باهاش تماس گرفتن و میگفتن این پسره رو تو یکی از پارک‌های تهران دیدن. البته میگفتن اصلا اینکه یه سری کارهای عجیب غریب میکرده. آقا بیخیال، فرهاد و این کارا اصلا امکان نداره. بعد اون دو سه شب که چند نفری زنگ زدن دیگه هیچ خبری نشد. البته ندا خواهر فرهاد احتمال میدادش که به خاطر فرزانه نامزدش چند روزی رفته و گم و گور شده. حالا چند روزش قابل قبول بود، ولی نه دیگه چند سال. بعد مثلا فرهاد اهل شکست عشقی و این داستانا نبود. این خیال اصلا. یه سالی تقریبا هفته یه بار می اومدیم تهران. آخر مجبور شدیم همه خونه زندگی رو جمع کنیم و بیایم اینجا. هر بار یه کلانتری زنگ میزد میگفت پیداش کرده، ما میرفتیم چند تا معتاد بهمون نشون میداد. اما هیچ کدوم فرهاد نبود. حالا 5 ساله هیچ خبری ازش نیست. 5 سال شده. باورت میشه محمد؟ 5 سال شده. برای خدا کنه. گولش تنسیل روزی بلو بدید. گولرشون هست یا اصلا کرار. یه برای به سمت چپ. قاضی میشه تو سمت چپ. بایی بازی کنید. گوستی داره. بایی به سمت چپ. گرمون کردیم این مسیج خیلی خوب تغییر میده برای محمد بازی پشت محمد و زمین کردیم کرار یه اشتباه موقف کرار میفرسته به روی دروازه رد میشه و اون شی محمد جریب رسه به آرش برهانی برای محمد بازی و اعلام پنالتی.
معنی دل بستن، معنی پیوستن، معنی دل کندن، گسستن، معنی خاطره. من چه بر کسی گذشته را در حافظش مانده، معنی حافظه، آرزه ضبط نگهداری مطالب بقایی، معنی آرزه، اتفاق پیش آمد مرزه، معنی فاصله، مسافت بین دو چیز دو کس. تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی خستگی، معنی کهنگی، معنی دلتنگی، بیهودگی، معنی انتخاب، کشتن کسی از میان گزینه‌های موجود، معنی التهاب، افروخته شدن زمانی کشیدن استرا، معنی استرا، هیجانی ناخوشایند، معنی اجتناب، سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می‌کند. تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی تکرار گذشتن رفتن و گذشتن.